آیا واقعا مثلا موجود فضایی میتونن باشن یا نه عقلا عقلا بله میتونن باشن میگه خدا فقط ما انسان ها رو خلق نکرده که گیر ما که نیست فقط از غذا میخوام که شما بگم روایت هایی هم چیه داریم من برای شما عرض میکنم اول آیه قرآن میخوام و من آیات خلق السماوات والارض و ما بث ما من دابه خب من تفسیر نمونه جلد 20 صفحه 439 رو براتون اینا رو می‌خونم. از نکات قابل ملاحظه که از این آیه استفاده میشود این است که دلالت بر وجود انواع موجودات زنده در آسمان‌ها دارد گرچه هنوز دانشمندان به صورت قطعی در این زمینه قضاوت نمی‌کنند همین سربسته می‌گویند در میان کواکب آسمان به احتمال قوی ستارگان زیادی هستند که دارای موجودات زنده هستند ولی قرآن با جمله و ما بث فی حمام دابه با صراحت این حقیقت را اعلام که در پهنه آسمان نیز جنبندگان زنده فراوان است و اینکه بعضی از مفسران احتمال دادن فیه ما منحصر به کره زمین باشد بسیار بعید به نظر میرسد زیرا زمین تسنیه است دو دوتاییه هم زمین هم آسمان و به آسمان و زمین هر دو برمیگرده همان گونه که تفسیر دابه به فرشتگان آسمان هم تفسیری بسیار بعید چرا که همون بحث مطرح میکنه که آیه دیگه قرآن که دابه و ملائکه جدا این معنی از آیات دیگر قرآن مجید نیز استفاده می شود. یا آیات دیگه هم داریم بتونه شد ما از روایت هم داریم. حدیث امیر مومنان. هذه النجوم التي في السماء مدائن مثل المدائن التي في الأرض میگه این ستاره ها این نجوم این هایی که شما در آسمان ها دارید میبینید شهرهای مثل شهرهای زمین دارن مربوطه کل مدینه الى عمود من نور که هر کدوم از این هر شهری با شهر دیگه با ستونی از نور مرتبطه سفینه سفینه البهار ماده نجم جلد دو صفحه 574 تفسیر علی ابن ابراهیم نقل شده امام باقر میفرماد همانا پشت این خورشید چهل خورشید وجود دارد چهل یعنی عدد زیاد در زبان عربی یعنی خیلی یه فقط فکر نکنید همه یه خورشیدها خورشیدای زیادی هست چه این حرف ها زده شده که به فکر بکنی 1400 سال پیش 1300 سال پیش بین کسایی که با میگیم عرب جاهلی بودن اهل بیت ما این حرف ها رو زدن که ما بین هر یک از آنها این خورشید ها چهل سال راه باشد این سال شاهکاره این چهل هم یعنی چی؟ باز زیاد میفرماد آمن آم یعنی چی؟ سال اصلا معیار سنجش فاصله ها امروز دنیا چیه؟ سال نوری اون زمان ایشون میفرماد آم و چهل یعنی زیاد عدد کسه در آن عوالم آفریدگان بسیارند میگه تو اونجا آفریدگانی هستن مخلوقاتی هستن که از آفرینش انسان بی اطلاع و بی خبرن یعنی خبر ندارن یک انسانی خلق شده به هارال انوال جلد بی صفحه 45 یعنی یک دونه از این روایات اگه می داشتن کره زمین و الان که شما کل همه اون رفتن بدبختان پیدا کرده بودن الان به دین خودشون آورده بودن به خدا قسم بس که ما بی ارزه ایم. یه روایت دیگه از امام باقر به جابر ابن یزید میگه میگه گویا تو گمان میکنی که خداوند فقط این عالم رو آفرید و بس همچنین گمان میکنی که خداوند بشری غیر از شما نیافرید است آری به خدا سوگند خداوند هزار هزار عالم الحمدلله رب ال. خواهیم قائم چه داری جمع میبنده خودت که یا عالم داری میگی عالمین خود داری جمعی و هر روز هم تو نماز تکرار میکنیم اونطور هم دقت کجاست آری به خدا قسم خداوند هزار هزار عالم و هزار هزار آدم آفرید و تو در آخری آخر این عالم ها و آدم ها هستی